در سلسله آموزش برنامه ورد در تی بنظر دستیم و شما با قسمت سمارت آرت آشنا شدین و در ادامه میبینین موضوع چارت اسکرین شات و بعض موضوعات دیگر داریم. به هر حال میبینین به مجرد که بالای گزینه به نام چارت کلیک کنم، چارت ها اتفاقا استفاده بسیار زیادی داره، ولی یک نمونهش میخوایم درج کنم. کلیک میکنم بالای گزینه به نام اوکی و فعلا میبینین که چارت در برنامه ورد درج شد. و بعدش هم یادتون باشه زمانی که میخوایم از چارت ها استفاده کنیم، چارت ها باید سورس داشته باشه، منبع داشته باشه، که منبع چارت ها همیشه یک جدول است. و برای فعلا میبینین که یعنی محیطی که باز شده این میتونه منبع برای چارت ما و شما باشه، ولی به هر حال منبع ما و شما در برنامه اکسل است. بنابراین روی موضوعات چارت ها بهتر است که در برنامه اکسل برای شما توضیح داده شود. پس در ریکاردهای آموزشی برنامه اکسل مراجعه کنین و به شکل کاملش موضوعات چارت اونجا توضیح دادیم و زمانی که اونجا آشنا شوین و اینجا میتونین استفاده کنین. سلام، عارف حسینی هستم، به کانال آی تی وید خوش آمدید. هفته چندین ویدیوی آموزشی به طور منظم در کانال آی تی وید اپلود میکنم. بنابراین برای اینکه ویدیوهای بعدی را از دست نتین، کانال سابسکرایب کنید و علامت زنگ فشار بکنید. موضوع دیگه ای که ما و شما اینجا داریم موضوع اسکرین شات است. در بعضی از موارد ضرورت میشه که از روی صفحه کامپیوتر از اسکرین کامپیوتر ما عکس بگیریم. شاید یک چپتر آموزشی تهیه کنم که آموزش ویندوز باشه. مثلا اتفاقا ضرورت است که ما عکس بگیریم. از کجا؟ مثلا در قسمت چپتر رسیدیم تاسکبار. اگر تاسکبار نوشته کنم عکسش نباشه، کسی که چپتر مطالعه میکنه چی بفهمه که کدام قسمت تاسکبار است؟ پس فعلا ضرورت است که ما از قسمت تاسکبار باید عکس شب بگیرم. اینی قسمت هم میفهمین که به نام تاسکبار یاد میکنیم. چطور عکس بگیریم؟ پس در اون صورت میتونیم از قسمت اسکرین شات استفاده کنیم. میم کلیک میکنم بالای اسکرین شات، بعدش هم اسکرین کلیپینگ کلیک میکنم اینجا و بعدش میبینین چقدر خوب اینجا از قسمت تاسکبار مکمل کشش میکنم و اینجا میبینین موفقانه تونستیم عکس بگیریم. بر فرض مثال اگر ما یک چپتر آموزشی برنامه ورد تهیه کنم و در قسمت مثلا باشیم به نام ریبون، آل عکس ریبون نیاز است. فعلا میبینین به چالش که برمیخوریم. یعنی قسمت هم میفهمین که بنام ریبونیات میکنیم و میخوایم که عکس همی قسمت بگیریم. چطور؟ شاید بگوین که در قسمت این زرد مراجعه کنین، بالای اسکرین کلیپینگ و اینجا اسکرین شات اسکرین کلیپینگ کلیک کنین، میتونین عکس بگیرین. متاسفانه خود برنامه برد میبینین پنجرش جمع میشه. چطور کنیم؟ رای حل چست؟ رای حل ساده است. بین دو پنجره باز کنین، کنترل این، یا برین در قسمت فایل، بعد از اون نیو و بلینک دکمنت. اینجا کلیک کنین میبینین فعلا دو پنجره داریم. دی پنجره هستیم. وقتی که بالای اسکرین شات در قسمت اسکرین کلیپینگ کلیک کنم، خود پنجره جمع میشه، اما پنجره دوم باقی میمونه. میم از شخص میگیرم. این قسمت صاحب ریبون ما شما شد و میبینین چقدر خوب موفقانه تونستم از قسمت ریبون عکس بگیرم. این مواردی است که ضرورت میشه ما شما از قسمت تی بنزرد استفاده کنیم و از موضوع اسکرین شات. بعضی موضوعات دیگه ضرورت ما شما نیست. مثلا صاحب ادینس ضرورت نیست که ازشان استفاده کنیم و موضوع بعدی ضرورت نمیشه. آنلاین ویدیو در برنامه پاورپوینت معمولا ضرورت میشه که از قسمت ویدیو استفاده کنیم که اونجا توضیح میتونم. در ادامه با قسمت هایی که میخواییم آشنا شوین، اینی ساحه لینکس است. میخواییم با اینی قسمت ها در ادامه شما آشنا شوین. ببینین یک چپتر بر فرض مثال تهیه میکنم. صفحه اول رها میکنم، از صفحه دوم مثلا آمدم درباره ببینم درباره کمپیوتر باشه. اینجا عنوان خودم مشخص کردم، درباره کمپیوتر چیزی نوشته کردم. صفحه بعدی میم درباره هاردویر بر فرض مثال چیزی نوشته کردم و بعدش هم در صفحه بعدی درباره سافتویر بر فرض مثال چیزی نوشته کردم. در این قوس باز قوس بسته. بنابراین مشکل رفع است. فعلا ببینین چندین عنوان داریم. عنوان اول کامپیوتر، بعدش هم عنوان بعدی هاردویر، عنوان بعدی هم سافتویر. فعلا چیزی که ما میخوایم، میخوایم به خاطر که مدیریت موضوع آسان شوه، در موضوعات مختلف ساده تر حرکت بتونیم، میگم اینجا عنوانهای خود باید داشته باشیم. عنوان اول کامپیوتر بود، عنوان بعدی هاردویر بود، عنوان بعدی هم سافتویر بود. برای فعلا میگم اگه بالای کامپیوتر کلیک کنم برم در موضوع کامپیوتر، اگه بالای سافتویر کلیک کنم باید برم در موضوع سافتویر. فعلا میبینین ما پوینتر حرکت میتونم، چیزی نوشته نمیشه و اگه کلیک کنم یا کنترل فشار بگیرم کلیک کنم قطعا لینک نداره.
پس فعلا هدف ما است که عنوانای ما باید لینک ارتباط داشته باشه، یعنی ای کامپیوتر با اون عنوانی که در قسمت پایین دارم اگه بالاش کلیک کنم اینجا باید مراجعه کنیم، باید لینک داشته باشه. پس برای کار یادتون باشه بین در قسمت لینکس و از موضوعی به نام کراس رفرنس استفاده کنین، آدرس دهی کنین. زمانی که اینجا کلیک کردین میبینین در قسمت بالا کراس رفرنس، ما آدرس دهی میکنیم چی را؟ عنوانا را، موضوعی بوکمارک و فوتنوتی مسائل نخوندن، هیدینگ. میم روی موضوعی به نام هیدینگ کلیک میکنم و متاسفانه میبینین اینجا عنوانای ما و شما باید لیست میشد که لیست نشده. چرا؟ چون فعلا ما و شما میفهمیم که این و اون موضوعاتی که داریم عنوان است، کامپیوتر عنوان است و بعدش هم هاردویر عنوان است، اما متاسفانه برنامه بورد نمیدانه که کامپیوتر عنوان است. پس باید مشخص کنیم عنوانای خود. کرسرم میمونم بالای قسمت کامپیوتر در تیب هوم، هیدینگ شماره 1 عنوان خودم مشخص کردم. بعد از اون میم هاردویر، هیدینگ شماره چند؟ هیدینگ شماره 2 عنوان ها باید مشخص شود. بعدش هم میم سافتویر، هیدینگ شماره چند؟ هیدینگ شماره 2 بعد از اینکه عنوان هایتون رو مشخص کردین دیگه مشکل حل است. میم کرسرم میمونم در صفحه اول، بعدش هم انزرت، بعدش هم اینجا از موضوع کراس رفرنس استفاده میکنیم. بالای موضوع کراس رفرنس کلیک میکنم، دمو رفرنس تایپ ما باید چی باشه؟ هیدینگ. عنوان آمد چقدر مقبول؟ کامپیوتر درد شوه. کلیک میکنم بالای انزرت، بعدش هم کلوس، انتر پرس میکنم، کرسر در قسمت پایین بیه، بعد از او کراس رفرنس، بعد از او هاردویر، بعدش هم انزرت، بعد از او کلیک میکنم در این قسمت، انتر کرسر پایین بیه، سافتویر، بعدش هم انزرت. میبینین چقدر خوب اینجا میتونین کستومایزم بکنین، اندازه قلم عنوانا رو کمی کلان میکنم، بولدش میکنم، حالی بالای هر عنوانی که پوینتر خود حرکت میتونم میگا کنترل پلاس کلیک تو فالو لینک، کنترل افشار بگیرین بالایش کلیک کنین که همون لینک فالو تعقیب کنین. روی کامپیوتر اومدیم، بعد از او هاردویر، کنترل فشار میگیرم هاردویر، بعد از او ببینید چقدر خوب اینجا بالای سافتویر میخوایم حرکت کنیم سافتویر، مشکل ما حل شد. اما ببینید فعلا اگه سمت بالا حرکت کنم باز کم وقت ما گرفته میشه، میگم یک بتن داشته باشم که اینجا کلیک کنم بک برم بالا، درست؟ پس در اون صورت روی شپ میم کلیک میکنم، بعدش هم اینجا بتن خودم میخوایم داشته باشم. روی هر چیزی که نوشتم میکنین، صفحه اصلی رو معمولا ما هوم میگیم، میم مشخص میکنم هوم صفحه اصلی، و اندازه قلمش میم تنظیم میکنم یک کم کلان باشه به یه اندازه، عرضش کم کم میکنم. بعد از اون در صاحب فرمت میخوایم استایلش چنج کنم، مثلا استایلی که میخوایم داشته باشه استایل باشه، بازم عرضش کم کم میکنم، بلندیشم یک کمی میم مشخص میکنم کم میکنم، به نظر موکی است. فعلا ببینین اگه اینجا کلیک کنم آی در صفحه اول رفتیم؟ خیر. چرا؟ به خاطر که شپ ما ارتباط نداره. به خاطر که شپ تان ارتباط بتین، اگه بالایی کلیک کنم باید ارتباط داشته باشه، لینک داشته باشه، در اون صورت باید بریم در قسمت انزرت و بعدش هم اینجا از موضوعی به نام هایپر لینک استفاده کنیم. شپ میخوایم ارتباط بتم، هایپر لینک، درست؟ میم بالای موضوعی به نام هایپر لینک کلیک میکنم. ببینید زمانی که از موضوعی به نام هایپر لینک استفاده میکنین، یعنی شپ تان ارتباط میتین، ما میتونیم شپ معمولا زمانی که ارتباط میتیم، ارتباطات هم من شخصا خودم به دو کاتگوری تقسیم میکنم. میم مشخص میکنم پس زمانی که از هایپر لینک استفاده میکنیم به دو کاتگوری، به دو دسته تقسیم میشه، یکی ارتباطات از نوع اینترنال داخلی است، یکی ارتباطات از نوع اکسترنال خارجی میتونه باشه. خب فعلا ببینین ارتباطی که ما فعلا برای شب خود میتیم ارتباط داخلی است، یعنی از بیرون چیزی باز نمیشه، در داخل همین داکومنت بالا و پایین ما حرکت میکنیم. پس میم بالای قسمت هایپر لینک کلیک میکنم، شپ خود انتخاب کردم اشتباه نکنین، بالای هایپر لینک کلیک میکنم و بعدش میبینین چقدر خوب امی شپ ارتباط میتیم، لینک تو در کجا ارتباط میتیم، در کجا ارتباط میتین، existing file، فایل هایی که در داخل کامپیوتر خارج از برنامه ورد موجود است، در او ارتباط میتین. پس ارتباط ارتباط خارجی میشه، بیرون از برنامه ورد چیزی باز میشه. فعلا نمیخوایم روی موضوع صحبت کنم، فعلا از ارتباط که استفاده میکنیم ارتباط داخلی است. place in this document، در داخل همی document چه قسم شوه؟ میگم وقتی که بالای او بتنک کلیک میشه در بالای document باید بریم، تا
top of the document. پس کلیک میکنم اینجا top of the document انتخاب میکنم. بعدش میبینید اینی قسمت موضوعی را به نام screen tip داریم. میم بالای screen tip کلیک میکنم و بعدش میم مشخص میکنم. نوشته میکنم main page. ببینید در screen tip چی نوشته کردم؟ main page. کلیک میکنم بالای گزینه به نام اوکی، بعدش کلیک میکنم اوکی و میبینید به مجرد که پوینتر حرکت کنم در بالا چی نوشته شده؟ مین پیچ. پس هر چیزی را که در اسکرین تیپ نوشته کنین اینجا ظاهر میشن. کنترل میگه فشار بگیر، لینک فالو میکنه و از یه ضرورت ماست دیگه کپی هم میگیرم که ضرورت میشه بعدن. حال کنترل فشار میگیرم، یک کلیکش میکنم در صفحه اصلی اومدیم. میروم در بخش هاردویر، در هاردویر هم بتن نیاز داریم، کنترل دی پیستش میکنم. میخوایم دمی قسمت باشه، کنترل کلیک درست، در بخش هاردویر داریم بتنه، در بخش سافتویر ببینم داریم، در بخش کمپیوتر ببینم کنترل فشار میگیرم، اینجا نداریم. اینجا هم کنترل دی پیستش میکنم، میخوایم اینجا باشه. فعلا سهولت خوبی آمد. کنترل فشار میگیرم، کلیک میکنم، آمدیم در صفحه اول. درباره سافتویر میخوایم بخونم، کنترل فشار میگیرم، کلیک میکنم، روی موضوع سافتویر آمدیم. پس بالا میرم، کنترل فشار میگیرم، کلیک میکنم، بالا رفتیم. پس بعد از این میتونین از قسمت کراس رفرنس و از قسمت هایپرلینگ استفاده کنین. از نوع ارتباطی که در قسمت هایپرلینگ استفاده کردیم، ارتباطات چی؟ داخلی. و اگر میخواستن که از ارتباطات خارجی استفاده کنین، اگر ضرورتتان شوه بله میتونین استفاده کنین. بر فرض مثال ببینین چیزی که میخوایم مشخص کنم. من بر فرض مثال اینجا نوشته کردم پیکچر، تصویر، درست؟ یا اینطور بگم to see the picture، به خاطر که میخواین تصویر ببینین اینجا میم مشخص میکنم کلیک هیر، اینجا کلیک کنین، درست؟ پس اینی متن خودم میخوایم که ارتباط بتونم. کنترل بی بولدش میکنم و بعدش هم میرم در قسمت انزرت، بعدش هم از نوع از هایپرلینگ استفاده میکنم، اما ارتباط داخلی نه، بالا و پایین حرکت نمیکنیم، ارتباط خارجی، از بیرون چیزی باز شده. اینجا داخل نی پوشه هستیم، در کجا؟ در قسمت داکومنت هستیم، میتونین از اینجا سویچ کنین، ولی راه سادش است که بین در قسمت براوز فور فایل کلیک کنین. اینجا کلیک کنین، با اینی محیط اکثریت آشنایی داره. در بخش پیکچر حرکت میکنم یا در بخش داکومنت حرکت میکنم، اینجا شاید یکان تصویر گپا داشته باشه، متاسفانه نداریم. میم روی دسکتاپ کلیک میکنم و اینجا تصویر است. میایم تصویر را که میخوایم باز شود کلیک میکنم اینجا و این تصویر انتخاب میکنم. بعدش هم بالای گزینه به نام اوکی کلیک میکنم. دلتان دیگه که اسکرین تیپ شناشته میکنین نمیکنین، بعدش هم کلیک میکنم. فعلا ببینین پوینتر خود اگه اینجا بیارم، کنترل فشار بگیرم کلیک کنم، بعدش هم کلیک میکنم، بالای موضوعی به نام است. تصویر ما و شما از در هر لوکیشنی که دم روی کامپیوتر بود باز شد. اینطور میتونین از ارتباطات خارجی همچنان استفاده کنین. پس از قسمت هایپرلینک در صورت ضرورت میتونین از قسمت اگزیستینگ فایل یا از قسمت پلیس این دس داکومنت همچنان استفاده کنین. اما یک موضوع دیگه ببینین، میگم در صورت که اینجا کلیک کنیم نیو داکومنت، در صورت کسی اینجا کلیک کنه یک داکومنت جدید ایجاد شوه، می مشخص میکنم نیو داکومنت و نامش بر فرض مثال می مشخص میکنم بر فرض مثال سیلری باشه، درست؟ یا نامش را چینج میکنم، می مشخص میکنم ریپورت باشه. میگم هر کسی که دینی ساحه دینی قسمت کلیک میکنه یک داکومنت جدید ایجاد شوه و نام او داکومنت چی باشه؟ ریپورت باشه. پس فعلا اگر کلیک کنم آی داکومنت جدید ایجاد شد؟ نه خیر. پس می متن خود انتخاب میکنم، ایره میخوایم لینک بتم. بعدش میرم در قسمت هایپرلینک کلیک میکنم و میبینین اینجا چقدر خوب. میگم فعلا کس ارتباط قسمی باشه که یک داکومنت جدید ایجاد کنه، درست است؟ میگه خیلی نام داکومنت جدید بگو. میگم نام داکومنت جدید که اونجا کس کلیک میکنه یک داکومنت جدید ایجاد میشه، نامش ریپورت باشه. بعدش هم اینی گزینه لتر حتما انتخاب بکنین که با کلیک کردن اوکی فایل ایجاد نشه. بالای گزینه به نام اوکی کلیک میکنم، مشکل رفع است. حالا اگر کنترل فشار بگیرم در این قسمت کلیک کنم، یک داکومنت جدید ایجاد میشه. کلیک میکنم بالای موضوعی به نام یس و میبینین داکومنت جدید ایجاد شد و نامش هم ریپورت است. یادتون باشه دائم قابل استفاده است. اگر بازم بیایم اینجا کلیک کنم، یک داکومنت جدید ایجاد میشه و نامش هم میبینین در قسمت بالا پیش از پیش چی است؟ رپورت است. یعنی تو از اون موضوع میتونین استفاده کنین. حتی مثلا میگم میل تو احمد، به احمد میل شو. میم ساهر انتخاب میکنم، باز میتونین از موضوعی به نام هایپرلینک استفاده کنین. میگه نیبار به کسی میل شو.
ایمیلش رو مشخص میکنین، میم مشخص میکنم احمد 123 بر فرض مثال @gmail.com. سابجکتی هم اون ایمیل تان هم حتی میتونین اینجا مشخص کنین که من مشخص نمیکنم. بالای موضوعی بنامو که کلیک میکنم، حالا اگر کنترل فشار بگیرم کلیک کنم و میبینین چقدر خوب و اون سیستم ایمیل ما باز میشه که از اوتلوک ممکن است شما استفاده کنین که من اسکیپ پرس میکنم. پس هایپرلینک هست استفاده خود داره، میتونین شما از ارتباطات خارجی، ارتباطات داخلی یا یک فایل جدید با هایپرلینک ایجاد کنین یا به کسی بخواین ایمیل کنین. از این مزایای هایپرلینک همچنان میتونین استفاده کنین. موضوع بعدی چیز دیگه ای که میخواییم برای شما توضیح بدیم. ببینین بر فرض مثال اینجا یک چپتر ما تهیه کردیم، علامه مساوی رنج قوس باز، یک چند پاراگراف می مشخص میکنم این چپتر است. برای فعلا این چپتر که پیش ماست ببینم چند صفحه داره، 43 صفحه داره. ما تصمیم دارم که چپتر رو مطالعه کنم، ولی دهنگامی که مطالعه میکنم به مشکل برمیخورم. مثلا موضوع آنلاین نفهمیدم، دکشنریم پیشم نیست، یک کسی که در این بخش سخت افزار تخصص داره هم همراهی میرسه که کمک کنه. خب فعلا چطور نشانش کنم؟ راه ساده است که نشانی کنین، یادداشت کنین، یا یک دکشنری نصب میکنین، یا شخصی که در این بخش خوب مهارت داره در کنارتون که به از اونا کمک بگیرین. پس آنلاین فعلا نشانی میکنم، میرم در قسمت انزرت و اینجا میبینین فلگ علامت بیرق داره، مارکش میکنم، کلیک میکنم بوک مارک، فعلا نشانی شو نمیفهمم. پس به نام خود ذخیره بکنین، بمو هم نامش باشه دیگه. آنلاین میگم این موضوع فعلا نشانی شو، عد شد، مطالعه کرده رفتم اینجا در موضوع بعدی برخوردم، منظور داکومنت واقعا نفهمیدم، انتخابش میکنم فعلا نشانی شوه، بالای بوکمارک کلیک میکنم چی نشانی شوه؟ داکیومنت، چون فعلا نمیفهمم. بعدش هم بالای موضوعی بنام اد کلیک میکنم نشانی شد. سمت پایین حرکت میکنم، اینجا موضوع بعدی چیز دیگه ای که میخوایم نشانی شوه فعلا نمیفهمم منظورشه، امبید است، چی است؟ امبید، بله امبید، انتخابش میکنم و بعدش هم بوکمارک فعلا نشانی شوه، نامش چی بود؟ امبید، درست؟ بعدش هم کلیک میکنم اد، به نظرم کفایت میکنه و مطالعه را بس کردیم، کلیک میکنم این فایلم بسته شوه، ضرورت من نیست، این موضوع رو بسته میکنم و فعلا بر فرض مثال کسی کنار ما آمده که میتونه در این موضوع ما رو کمک کنه. پس میایم کلیک میکنم فایل خود رو باز میکنم، میگم مشکل داشتم، مشکلای ما اگر شما بتونین حل کنین. آها کجا بود مشکلتان؟ من بالای بوکمارک کلیک میکنم، میگم در این سه موضوع با مشکل برخوردم. خب داکومنت هم میگم میتونین کمک کنین، چی است؟ خب میگه داکومنت معنای مختلف میتونه داشته باشه، دمو پاراگراف برین که ببینم که بخونم این طرف و طرف شه، بعدش میتونم بر شما موضوع رو توضیح بدم که منظوری چی است، درست؟ پس در اون صورت بالای داکومنت کلیک کردم و بعدش هم از موضوع بنام گوتو استفاده میکنم، برو به داکومنت، کلیک میکنم گوتو و بعدش هم کلوس، اینجا آمد، این طرف و طرف خون، بله داکومنت بر ما توضیح داد، مناقض مشکل ما رفع شد. پس داکومنت دیگه مشکل ندارم، میم کلیک میکنم دلت حذفش میکنم، مشکل بعدی امبید، بعدش هم گوتو، فهمیدیم که باید گوتو بگویم، اینجا امبید و این مشکل ما هم رفع شد. میرم در صاحب بوکمارک و ایرم دلت میکنم، مشکل بعدی یگانه مشکلی که باقی مانده آنلاین، بعدش هم کلیک میکنم گوتو و این طرف هم مطالعه شد، مشکل رفع شد، در صاحب بوکمارک کلیک میکنم دلتش. میبینیم چقدر خب از موضوعات اد، دلت و گوتو میتونین استفاده کنین، کلیک میکنم کلوس. اینی طور بعد از این میتونین از بخش لینک از تمام موضوعاتش استفاده کنین، همچنان با قسمت اسکرین شات آشنا شدین. موضوع بعدی چیز دیگه ای که ما شما داریم اینجا موضوع کامنت است. در بعضی از موارد ضرورت میشه که ما یک یادداشت موقت درج کنیم، باز دو صورت میتونین از قسمت کامنت استفاده کنین، ولی اونجا فقط درج کردنش است، در صفحه ریویو تمام موضوعات کامنت اینجا داره. باز اینجا برای شما توضیح میتونم که از قسمت کامنت همچنان چطور میتونین استفاده کنین. موضوعات بعدی موضوع پیج نمبر و فوتر و هیدر است که رویش انشالله صحبت میکنم.